وقتی که شما وارد میشید و بدی رو با بدی جواب میدید، تسلیم بدی شدین. که با انجام بدی تسلیم بدی نشید. احتیاج به تأمل و تفکر هستش. No pain, no gain. چطور ما میتونیم که با شریر مقاومت نکنیم؟ میگه ولی من به شما میگویم که در برابر شخص شریر مقاومت یا ایستادگی نکنید. یکی بر رخساره تو یا بر گونه راست تو سیلی زد، اون رو هم برگردون بذار بزنه. چطور ما میتونیم که با شریر مقاومت نکنیم؟ در مسیحیت بهای سنگینی میتونه باشه، بلکه صرفا میگه انتقام نگیر. قسمتی که به همایه 39 رو که خوندم میگه اما من به شما میگویم، میگه چشم برای چشم، دندان برای دندان، شریعتی بود که خوبم بود اتفاقا. میگه ولی من به شما میگویم که در برابر شخص شریر مقاومت یا ایستادگی نکنید. منظورش اینه که با انجام بدی تسلیم بدی نشید. زمانی که یک بدی اتفاق میفته، یک آزاری به ما میرسونن و بدی میفته، ما میدونیم که ریشش در بدی و شریر و اون شیطانی هستش که اصلا صاحب بدی هستش. اگر ما تسلیم این بدی بشیم، یعنی اینکه ما مغلوب شدیم و اون بدی به اون چیزی که میخواسته رسیده، یعنی اون شیطان و اون چیزی که پشت بدی است رسیده به اون چیزی که میخواد. میگه شما با شریر مقاومت نکنید، در برابرش ایستادگی نکنید، اصلا وارد نشین. چون که به نوعی وقتی که شما وارد میشید و بدی رو با بدی جواب میدید، تسلیم بدی شدین. وقتی که بدی رو با بدی جواب میدین، تسلیم بدی شدین و تبدیل شدین به همون بدی و کاری رو میکنید که اونم دوست داشته شما انجام بدید. ولی ما نباید بدی رو با بدی انجام بدیم. نباید در برابر اتفاقای بدی که برای ما میفته، ما در برابرش واسه مقاومت کنیم، جواب بدیم و این حالت بدی با بدی یا کینه توزی یا دشمنی به وجود بیاد. ولی چطور میشه همچین اتفاقی افتاد؟ چون ما میدونیم که عیسی مسیح هیچ وقت نمیگه که ما صیانت نفس نداشته باشیم. هیچ وقت عیسی مسیح و کلام خدا نمیگه که اون نفسی که تو داری مهم نیست، ازش حفاظت نکن. میدونیم که این صحبت نمیشه، بلکه صرفا میگه انتقام نگیر. ممکنه ما آزار رو ببینیم، درد رو بکشیم، عصبانی بشیم و خشمگین حتی بشیم، ولی گناه نباید بکنیم، که انتقام یکی از اون گناهان هستش. و در کنارش عیسی مسیح نمیگه ضعیف باش یا خونسا باش، بلکه میگه فقط کینه جو نباش. وقتی که ما کینه نگیریم و کینه جو نباشیم، دلیل بر ضعف ما نیست، اتفاقا دلیل بر قوت و رشد ماست. ولی یه قسمتی اینجا هستش که ما هیچ وقت نمیتونیم توی شرایط این کارو بکنیم. برای همین احتیاج به دعا هستش، احتیاج به تأمل و تفکر هستش، احتیاج به خوندن کلام هستش و احتیاج هستش که ما چشممون رو بر الگوی ما که عیسی مسیح هر روز بذاریم و نگاه کنیم و بخوایم که شبیه اون بشیم. این که ما فقط یک چیزی رو بشنویم و بعدش یادمون بره و بعدش تمرین نکنیم نمیشه. هیچ وقت همین تو زندگی جسمانی و انسانی ما هیچ وقت نمیتونه یک قهرمان، یک کسی که یک چیزی، یک مدالی رو به دست آورده، بدون زحمت، بدون تمرین به اون هدفش رسیده باشه. No pain, no gain. برای هر چیزی، برای هر چیزی که ما به دست بیاریم، باید یک زحمتی کشیده بشه، باید یک بهایی داده بشه و بهای شاگردی در مسیحیت بهای سنگینی میتونه باشه و میدونیم که این چنین هستش. قسمت بعدی که میخوایم بخونیم، میخوایم ببینیم که چطور ما میتونیم که با شریر مقاومت نکنیم، چطور ما میتونیم که بدی رو با بدی جواب ندیم. که میبینیم که عیسی مسیح در آیات بعدی از 39، قسمت دوم 39 تا 42، 4 تا مثال برای ما میزنه که در این 4 مثال به ما نشون میده که چطور ما میتونیم در برابر بدی نکنیم و با این شریر مقاومت نکنیم. قبل از اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم، یک یادآوری بکنم درباره این چند قسمتی که هستش. یکی، اولین چیزی که به نظر من حتی غیر مسیحی ها در رابطه با مسیحیت میدونن
این آیه هستش که اینجا وجود داره که میگه اگر یکی بر رخساره تو یا بر گونه راست تو سیلی زد، اون رو هم برگردون بذار بزنه. این خیلی آیه معروفیه که شما بارها شنیدین. و قسمت بعدیش میگه که اگر یکی خواست تو یه مایل باش بری، دو مایل برو. یا قسمت آخرش میگه هر که قبای تو رو خواست، ردات هم بهش بده تا بره. زمانی که ما به این نوع صحبت‌های کتاب مقدس که خیلی در بیرون و بین بی خدایان و غیر مسیحیان وقتی که خیلی رواج داره میرسیم، اون تصویر ضعف بر مسیحا میاد که همیشه ما فکر میکنیم که اگه واقعا یه نفر الان وارد بشه تو جمع ما و شروع کنه به کتک زدن تک تک ما باید چیکار کنیم؟ ما باید همینجوری بیستیم و نگاه کنیم و بگیم خب این ور زدی این ورم بزن. یا اگر یک نفر وارد شد و گفتش که من الان مثلا $10,000 پول میخوام، باید ما بدیم به خاطر اینکه کلام خدا گفته؟ آیا این ما رو تشویق به ضعف میکنه یا اینکه خونسا باشیم کاری نکنیم و اجازه بدیم هر کی هر کار میخواد ما بکنه؟ چون که شاید خیلی ها اینطور فکر کنن، ولی همینطور که با هم نگاه میکنیم به این آیه ها سعی میکنیم که جواب بدیم به این سوالات. پس چطور میشه که این کار رو کرد و بدی رو با خوبی جواب داد؟ مثال اولی که هستش همین مثال رخساره است. میگه به رخساره راست تو اگه زدن و اون ورت هم بیار و بذار بزنن. دقت کنین چیزی که عیسی مسیح میگه، میگه به رخساره راست تو زده بشه. ما تو فرهنگ خودمون داریم، شاید تو فرهنگ غربی این نباشه ولی میدونیم که این هم هست، ولی شدتش رو ما تو فرهنگ خودمون میتونیم درک کنیم که وقتی یکی سیلی میزنه تو صورت یکی، مهم اون شدت ضربه نیست، مهم اون توهینیه که انجام میشه. یعنی ممکنه خیلی محکم هم زده نشه، ولی اون حالتی که یکی یه سیلی بخوره یک شخصی جلو یک جمعی، کوچیک میشه، به شخصیتش توهین میشه. اون شخص ممکنه بگه منو مثلا با چوب اگه میریختن سرم میزدن، انقدر شخصیتم خورد نمیشه و توهین نمیشم تا اینکه یکی با پشت دست بزنه تو صورتم. چون که حالا بحث زیاده و اشخاص متفاوتی راجع به این قسمت صحبت کردن که میتونم دقیقا درست باشه، که وقتی که عیسی مسیح میگه بر گونه راست تو زدن، اگر الان یک نفر جلوی من بیسته و من بخوام 90% آدم ها دست راست هستن و اکثریت وقتی که دست راست هستن همیشه مثال ها با اکثریت هستش و این شخصی که روبروی من واسطاده دست راسته و میخواد بزنه توی صورت من، خیلی راحت تره که بزنه به سمت چپ من، ولی زمانی که میخواد بزنه به سمت راست من مجبور میشه با پشت دست بزنه. چایی بخواد با دست راست بزنه این حالت میشه، ولی خب با اون تو دهنی که همیشه ما داریم توی فرهنگ خودمون که اغلب از مادرها شنیدیم که تو دهنی، اغلب با دست راسته و به سمت با دست راستیه که به سمت راست طرف مقابل میخوره. و این خیلی حالتی بوده که اگه یک مرد در برابر یک مرد این رو انجام میداده و این حالت پشت دستی رو تو صورتش میزده که گونه راستش بوده که در فرهنگ یهودان در این زمان همین طور بوده، بیشتر اشاره به اون توهین و کوچیک کردن اون شخص بوده تا اینکه بخوایم اون ضربه‌ای که به صورت طرف خورده، یعنی مثلا یه نفر الان وارد بشه ما رو با مشت و لگد بزنه، اما بگیم خب عیسی مسیح داشت راجع به همین ضربه ها صحبت میکرد، بذار ادامه بده و بزنه. نه، عیسی مسیح راجع به اون توهینی داره صحبت میکنه که اگر یک نفر توهینی کرد به ما متقابل به مثل نکنیم اونجا و جواب ندیم و ما هم یه توهین دیگه ای بکنیم، بلکه جواب این توهین رو با خوبی بدیم و برای مهم نباشه و اجازه بدیم که این ورم توهین بشه. مثال اولی که عیسی مسیح میزنه همینه. باید دقت بکنیم که عیسی مسیح نمیگه که اگه دزد وارد خونه ما شد یا اگه یک نفر همونجوری گفتم حمله کرد به ما واسیم از خودمون دفاع نکنیم، چون که ما خانواده داریم، ما اطرافیان داریم که در برابر این زورگوها باید بایستیم. این برداشت غلط از این نشه، چون که ما از خودمون باید دفاع کنیم و کتاب مقدس خیلی این بحث رو اتفاقا ساپورت میکنه. ولی تو این قسمت همین رو بدونیم که عیسی مسیح راجع به توهین داره صحبت میکنه، نه ضربه وارده، و این توهین رو عیسی مسیح میگه که باید تحمل کنی و با در پی انتقام نباشی، و بلکه برای اینکه نشون بدی و برای اینکه بخوای در اون جامعه اون سطح رو به بالا ببری، باید
فیض نشون بدی و باید بگذری از اون شخص، حتی از حقت بگذری و اجازه بدی که بر اون یکی گونت هم توهین بشه. این چیزی هستش که عیسی مسیح میگه. حالا عکس العمل ما در برابر توهین چیه؟ و همیشه جنگ بر اینه که ما مساوی شیم. تو اینقدر به من توهین کردی، منم اینقدر توهین میکنم، حالا اگه بیشتر نه حداقل همون اندازه که تو توهین کردی من به توهین رو باید بکنم. و اون موقع است که ما باید خودمون رو ببینیم که آیا ما طبق کلام خدا داریم عمل میکنیم یا نه. چون کسی که ما توهین میکنه، این همین صحبتی که عیسی مسیح میکنه داره به گونه ما میزنه، عمل گونه رو نمیزنه، ما چک نزده کسی، ولی چون بحث عیسی مسیح توهینه، اونجا به ما توهین شده. ما چیکار میکنیم؟ تحمل میکنیم؟ میگذریم یا نه؟ انتقامجو خواهیم بود و در برابر این توهین ها جواب میدیم.